میشه. آقا دیگه افتادیم توش، تو رو خدا، تو رو سر جدتون آروم باشه، ازتون خواهش میکنم. ها این گفتی اذیت میشم واسه اینه که صداش کمه ها؟ خندم گرفت صداش کمه. کارون گفتش که صداش چیزه، نه اوکی صداش کم کنیم، ما به بزرگترم احترام میذاریم. درسته، به گوش بزرگترم. خب چه تفاوتی ایجاد شده؟ کی اینجاست؟ کی اومده؟ اون خیلی خند است، اونجا رو نگاه کن. ازدهامه. پنج تا سیبیله. سیبیله آره. زپرتی. یه تو میکروفون. یه تو میکروفون. به درد نخورترین. اینه سلام من میکنم. اول به همه برای بچه که دارن ویدیو رو نگاه میکنن و چی میگم پیش برنامه‌مون محسوب میشه. الان برنامه شروع شده. آره الان. پیش برنامه ما رو نگاه میکنن تو یوتیوب. بو سیبیل میاد اصلا اینجا. اینجا. هرچی سعی کنم. بوی سیبیل را سراسر. بوی تستوسترون. بچه‌ها یه ذره تکو میخورن بو سیبیل. بوی استاتیو. بوی تستوسترون عجیبی اینجا. چی من دچار پرشرم دارم، انگزایتی مود میکنه. اینو میکروفون بدیم دستش نمیتونه. چرا میتونه؟ هی سر دیگه داره تو دهنم نوکر سر میره. آقا آقا ما امروز دهنه با صحبت بعد از هشت فصل مقاومت دیگه بچه امروز سپر آوردم. ما روز اول در مورد سپر صحبت کردیم که اینترو خودکست سپر برای ما یه جو دزدیده بود، نمیدونیم از کجا. میگه خودم زدم، میگه خودم زدم. شما مچ بگیرین الان عین دادگاه جانی دپ میخوان رونم نشون بدم. گفته بود چیو چیزو یعنی مثلا که آره قرار بود که سپر ما میگفته که خودش زده، ولی خب ما چند جایی شنیدیم که خیلی شبیه به خیلی شبیه نه به یکی دیگه بود که چیز بود اونو برداشتیم. نه یه جوری زدیم به رنگ در بیاد دیگه. اوترومونه هنوز هست اونی که توی اون میوزیک ویدیو فکر میکنم باش. نه یه ولاگ یکی بود. ببین یه جوری زدیم بدون رنگ در بیاد. آره پیش نباش. آره پیشو نگی. آره دیگه بعد از هشت فصل بالاخره ما سپر آوردیم و خب میگم دیگه ما همش سعی میکردیم که از اون جمع سیبیلی که از کمتر بشه، ولی هم توی داریم بیشتر میشه. یعنی ما سیبیل داره رو به افزایشه. آخه سیبیل در دسترسه میدونی، یعنی برای سیبیل های دیگه پیدا کردن سیبیل خیلی راحته، راحت الوصوله. آره راحت همه چیه، همه پایان بیکار. آره خلاصه سفر اینجا سلام باشیم. ما تبلیغ ردبول و بوینگو نکنیم اینجا. بوینگ هم که ایرانا رو تحریم کرده بود. درست نیست. تو سه تا دوربین هم گذاشتیم سپر رو. آره تو هر کاری بکنی هستی. بذار هنوز راحت نیست، بذار یه ذره بگیر. آره بذار یه خورده آکوارده الان بر. آره یه ذره بگیر. شما چیز کنی من نه میدونی چی برای من سخته. این خیلی بزرگه، نصف صورت منو میگیره. من میخوام اینجوری صحبت کنم بگم. نه نه همین صدای پایین. حالا یه چند چیزه ولی الان صدا میاد دیگه. خوبه دیگه. الان راحته. نه ولی خود سرتو میچرخونی مثل پرچم. برای اینکه کیفیت بهتری باشه منو ببینیم، من تو خود میکروفون اصلا زندگی میکنم. آره بابا تو که قشنگ دربر گرفت. دربر گرفت جا انداخته. صفر امروز صبح چه حسی داشتی؟ جی ما رو داشت ایمان برد چیز دیگه خارج میکروفون برد ما رو دمه مرز. خب یه چیزی وارد کرد که هنوز هم نمیدونیم چیه. جالبیش میدی چی بود؟ نشستیم من بلن تو وقتی میخوای بری خارج، خب مثلا میخوای بری خارج میگم مثلا اولین چیزی که هستش آقا دلیله و دوستت حتی دوست داداشت هم باشه ازش بپرسی واسه چی داری میری میای. ما نپرسیدیم وسط راه گفتم راستی میگم واسه چی داری میری. گفت داریم میریم چی بیف چی بیاری؟ جرکی. بیف جرکی بیاری. گفتم داداش بیف جرکی چیه نوکرت؟ گفت گوشت کروکودیل، گوشت نمیدونم چی چی و کانگورو و ما نه کروکودیل دیدم نه فقط تو تلویزیون تو راز بقا میدیدیم. یعنی صداش اوکیه دیگه، کاری چی میشه کرد دیگه. بعد چیز بود من که کم میشم. ما داریم کم میشیم. آره خب بلندش کنیم. خب یه ذره بیشترش کنید. آخه سپری وقتی داد میزنه. خب بیا. آره راست میگی شاید. این الان آدمی که همیشه جلوتر از خود چیزیشو میبینه. ویژنشو میبینه. چیزی بلندش. یه استپ جلو ویژن. خب رفتید بیف جرکی بیارم. بعد دیگه آره گو داریم میریم بیف جرکی بیارم. گفتم داداش نو کردم یعنی الان ما رو بگیرم به جرم قاچاق گوشت حیوانات نایاب و کمیاب. انیمال رسکیو بیاد آجی بزنه تیتر روزنامه آبرومون و شرفمون بره. ولی چیز بود یه جا عجیب بود، رفتیم بال بود.
یه رفتی رز رد میکردی یه تیکه بود بعد دوباره بر خروجی نداشت دوباره بعد تو کانادا برمید چه پجزیره میخواستم چه کاری خب اینم میدادید به کانادا دیگه نه یه دلیلی داشته خدا رو شکر ما که راضییم چون مثلا بسایی که میخوای بخری اگه اون بسایی که خب خیلی هاش هست که به کانادا نمیفرستن دیگه مجبوری که بفرستی آمریکا بعد از آمریکا بری بگیری ظاهرا کانادا هم تحریمه بعد آخه برای من سوالی که بسته تو اونجا چه جوری میاد همون دیگه راست میگیره راست نه شاید با قایق از طرق آب میره دیگه نه مثل لنج هست آجی با قایق موتوری میره میتونه با بچو میتونه با ماشین بیاد ولی خب از کانادا از کانادا داره میره چرا آره میتونه مشکلش اینه که اونا دلیوری به خارج از آمریکا ندارن میچیم یعنی به یه آدرس خارج از آمریکا دلیور نمیکنه به خاطر اینشورنس و منطقی نیست آجی دور میزن لقمه رو اینجوری میذاره تو دهنش تو اینونتوری های کانادا نیست مثلا اون کالاه نه نه میاد کانادا رد میشه نه ولی یه ذره غیر منطقیه شاید با لنج هم میبرن میگه مرزم تو مرزت میره از مرز کانادا رد میشه دوباره میره یه تو میکروفون خیلی خوبه اینا اینا میدونی که برای شماها قشنگه و من قبلا هم بهتون گفتم برای شماها اصلا قشنگه الان میبینین ظرفیت داشتیم پر شده به خاطر اینکه از صبح با هم بودیم صبحونه رو کانادا زدیم ناشتا رو نجید نهار رو پوینت رابرتس آره پوینت رابرتس اسمش هم مریضه پوم بنزین هم داشت حاجی اینه چیز بود آره سه تا ببین نمیدونم چرا انقدر اصلا سه تا پمپ بنزین اونجا زده بودن مگه چند نفر میخوام برم بنزین بزنم به خدا یه دونه پمپ بنزین میذاشتن کافی بود سه تا پمپ بنزین داشت یه کافه داشت یه دو سه تا رستوران هم بود که من فکر کنم بهتره نداشت یه دونه بود سوله بود نلسون زده بود نلسون چی چی من اینا رو ندیدم چیزی اونجا میری کلیات هم در میارن جای مریضیه آها مریض چیز درستی نبود یعنی نباید بریم اونجا نهارو بعد سپه اینجا بگید میلاد بندازه رو چیز نقشه‌شو ایزیر اون نقشه پوینت رابرتس خیلی اون لحظه‌ای که از ایمان پرسیدی برای چی داریم میریم آمریکا گفت دلیلشو اگه مثلا یه واقعا میخواست بره واسه یه کار خلاف پایه بودی یا آره نگرش میداشت خدا کش کار خلاف خدام بود نو کردم چیزی برای دست دادن دارم بلند میشه میگونم نازی خواست بعد اونجا هم آخه نه رو در رو داشت قایق مایق داشت قشنگ آماده کی داشتی پس آجی من آدمی هم که خودم بیفتم تو باتلاق همه رو با خودم میکشم تو اولین کار اینو اولین کس اینو میفتم منو تهدید کرده آره منو به زور برده نه آخه حرفت هم محکمه پسند بوده تو وسط راه نمیدونستی داری کجا میری نمیدونستم بعد میپرسیدم قاعدتا اینه که بپرسی داداش برای چی دلیل مثلا اون سوالی که بردر ازت میپرسه بی دلیل نیست واسه چی داری علت سفر چیه بعد یارو اینجوری که بگو بیف جرکی همه راه اومدی بیف جرکی یارو باورش نمیشه گفتی به ماموره آره یارو گفت برای چی داری میری رگ صداقتش زده بود بیرون میگم حالا داداش اینو نگو بگو رفتی مثلا وی آر کردی میگه که به من میگه چی بهش بگو که بگو چه داره لگت میزنه یه بگو دوست دخترم ویار کرده رفتم برایش بیف جرکی بگیرم بگم آره دوست دخترم ویار کرده من رفتم برایش از آمریکا بیف جرکی تو آمریکا کارم ویار کرده میگو بچه‌ای که تو شکم مادر گوشت تمساح بزنه چی از آن ما که داداش ما که شیر و مثلا لبنیات زدیم اینجوری وحشی شدیم بچه‌ای که میاد بیرون میگه گوشت تمسا یارو بچه خورده داره اوج میگیره سپه آره دارم گرم میشه از همین ساعت ها باش که سپه روشن میکنه آره اصولا دوروبر شیشه تا چهار صبح ما تاریخ بشه نه دارم روشن میشه آره نه باید برد بشیم دیگه هیچی نیم دیگه وقتی به یه جایی میرسه ته نداره دیگه باید همونجا بشینی دیگه قضیه رو هندل کنی دیگه سپر توی اون سفری هم که ما رفته بودیم با ما بود همون جایی که ما به آتیش کشیده بودیم آره مثل خبر داری این ویدیوشو نه حالا جالبه ویدیوشو داری آره مگه نذاشتی نه 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 ویدیوهای من و توشو میخوام ببینم اونا کانفیدنشاله چیز بدی گفت این چیز قشنگی نیست بخوای رو کنی آبرومون میره صدا میذاری تاریکه نه آخه جالبه اینا که ایمان بهم گفت من اینجا جا داره از ایمان دوست عزیزم تشکر کنم برای دعوت این برنامه یه موزیک ملایم میشه پخش کنم الان میذاریم آره یه رو باز برنامه قبل اینکه گفت یه دونه هدز اپ داد که مثلا قراره بیای و اینا نشستم این بعد تو بودی گفتی با چیزی بازی نکن بالا با چیزی بازی نکن چون دستم میخوره تکون میخوره آخه اینا اگه میخوای بازی کنی که بعد بزن بخوام حواسم تمرکزم بعد بابا نریز من انگزایتیم این ور
گوشی این برداره صدا میده. شما حرفت یاد باشه. نه یادم بکنم بهتر شد. بله من صدا دارم. آره تو بودی تو واتساپ گفتی که اپیزود امورفاتی رو گوش بدم و اینا. بله امورفاتی رو گوش بدم. بعد چیز بود، ما قسمت اولش این داشتیم راجع به سفر میزدی صحبت میکردیم، برای من خیلی خنده دار بود چون اصلا هیچ چیزی یادم نبود. زنگ اتفاق حاجی دیگه دکتر با همون بود، دعی خوره درد داشتیم، یه سری چیزا به ما داد. آره یه سری چیزا به ما داد. آره درسته. آره از سومینفن بود، ادویل بود، فقط ریلکسیشن. آره فقط ریلکسیشن واقعا. آره بی‌حسی رفته بودی اونجا شما. آره دیگه آخه بدآموزی نداشته باشه. نه در حد در همین حد خوبه. ادویل و سومینفن و آره اینا بود. ولی کدئین دار. آره کدئین دار دیگه، مثلا حالا به هر ازگاه یه شربت سینه هم بینش می‌خوردیم ما که خواب آور باشه. آره آره دکتر کارهای بدی با ما کرد، این موش آزمایشگاهی شده بودم اونجا. چرا بینی موش آزمایشگاهی؟ هر کی ندونه مثلا اون سفر یه چیزی آورده بودن، انگار همه مثلا بچه‌ها رو از خیابون جمع کردن دارن میبرن یه جزیره. وای هر چی بگی داشت دیگه. بله خب اونجا نعمت خوب بود، سلطان با همون بود. جدی هم میگه، یعنی واقعا نظرش که اینا رو مطرح کنه برای ماها خنده داره، برای خودش جدیه. حالا بعد اون داستان تخت و اینا رو هم بگیم، ولی وقتی که رفتیم تو اپیزود من دوباره میخوایم فلش بک بزنیم تو داستان سفر. چرا الان مردم میگن 4800 اینا رفتن مسافرت دارن همینجوری تعریف میکنن. خودش جای خاصی نرفت، رفتیم این فقط سانشان کوست، جایی هم که شما گرفتی شاهکار بود. هفت مومبی. آه راست میگه سه با کلاسی داره آجی. آجی سیشه. آره هفت مومبی. هفت مومبی بیشتر شبیه اسم آهنگه. هفت مون رفت تو فکر. آره اصلا رفتم تو فکر. من نمیدونم آخه مثلا دوباره الان معلوم میگن یا که اینه یه سانشان کوست با رفتن نمیدونم. هفت مومبی رفتیم با چه خار و خفتی رسیدیم خودمون اونجا. داریم از خاطرات سفر میگم. تو خار و خفت هم همون شیک رفتی، خاطرات شما غذای خوب خورده قبل شما. قبل اینکه سوارشیم سپر دیدین گرسنه شده بود بابا. از راست میگه با خار و خفت رفتی، یادیس یارو زن دم بوردر ما رو گرفته بود، میگفت نمیتونی ویدیوهاتو پاک کن، یارو اصلا فهمید، اصلا یه جوری برخورد اول فهمید ما آدم حسابی نیستیم. نه اون فهمید. بعد چیز بود، رفتیم مثلا یه کار مسخره کردیم، مثلا واسه چی با اونجوری رفتیم فیشن چیپس گرفتیم خوردیم. دستو تو دادی گفتی بریم فیشن چیپس. نه من دستو نه بابا اینا خودشون دادن. خودشون تو بود یا اونیم خودشون میبریدن و میندختن پای من میزدن. من که اصلا هیچی هم من که پیاده نشدم. ما دوتا تو ماشین بودیم، من داشتم کاردستی درست میکردم تو ماشین. من داشتم سینماتیک. آره نه ایما مشکل سینوزیت داشت. بله یه خورده داشت اوکالیپتوس و دونه. آره میگفت دماغم باز میشه. بعد به خاطر اینکه داشت سوار کشتی هم میشد دریا گرفتگی، آخه معمولا داشت ایما خیلی سفراشو با کشتی میرفتم میومده، یعنی هفته کروز رو شاخت بوده، گفت دریا گرفته یه عذیتش میکنه، زد سینوزیتا همه اینو باز شه. آره آره خیلی بده این اپیزود خیلی. من مطمئنم کامنت میاد که سپر پادکست خودشو بزنه. آره یعنی اصلا تموم شد مال چیز پادکست. نه بابا آره دی یه سری کامنت الان بعد از شماها انرژی میگیرم میتونم صحبت کنم. خب ما اونجا میایم چون چیزی گفتم. ما میایم از شما انرژی میگیرم. این انرژی ببین مثل چیز میمونه دیگه، انرژی مثبت میاد. حالا اگه سعی کنیم همون مثبتو برگردونیم هنر کردیم، اگه منفی بشه دیگه کمیکال اشتباه عمل کرده. آره جالب. خب یه دونه چیز میگرفت چی جوری که بغلم بزنه دیگه. چی جوری دو تا چیز داری پشت بس کن یه دونه این کاورها هستن میزنن. آره انشالله اپیزود بعدی. خب چی بود سی سوال دیگه که حده بود؟ اما پادکست خودم بود. بله ببینیم دیگه اگه هوادارا یاری کنن چوری کنن. یه بازی جدی شدیم بس نبود. نه بوی فالوئر به گوشش خورد. دیوونه شدی او دیوونه شد دیک آبی انقدر تبلیغات میگیرم، همه چی تبلیغ میکنم، فالوورام بره بالا، همه چی تبلیغ. خط قرمز نداره. خط قرمز نداره. چی ها تبلیغ میکنی؟ مثلا سایت شب فندی میزنی؟ اسم ببرم وگرنه یه سری آدم ها رو میگفتم تو ویدیو هم میآوردم.
سایت شادبندی تبلیغ میکردی؟ نه نه اون چیزه اون... پس خط قرمز داری؟ اون... نه آره نه. ببین این چیزها خب سایت شادبندی و اینا از یه فراتر از خط قرمزه دیگه، خط دیگه مشکیه اونا دیگه خطایی آره نه از سایت شادبندی که بابا در حد مثلا مثلا داروهای مثلا زود انزالی رو تبلیغ میکردی؟ درمان شما میگم اول خودت بزن امتحان کن. خب تبلیغات همینه خودت آره دیگه خودم کانال یوتیوب هم بزنه ولی بدی نیست. چرا یه هایی ما نه حالا صحبت ویدیو من فرستادم توی گروه امروز یا آقایی بودن که در این مورد گفتن که از مریضی خیلی مهمی است که خیلی علمی صحبت میکردن. یعنی من فقط 5 ثانیه اولش گوش دادم و فهمیدم که برای شما خوبه و براتون فرستادم. نه دیدم که براتون جذاب میتونه باشه. بچه‌ها یه دونه ساکسس فرستاده بودن. اون ساکسس کج بود. آقا این حالا صحبت ساکسس کج و اینا رو ولش کن. این سوالی که تو مطرح کرده بودی تو اینستاگرام ریل بود چی بود تو چی گفتی؟ خواهش می‌کنم 10 بار اینو رفرش کنم سوالتو نمیفهمیدم. به خدا خیلی سخت بود. بیشتر سوال نبود. یه چیزی بود که اصلا نفهمیدم. یه بار دیگه میشه توضیح بدی؟ من فکر کنم بینندگانم همین مشکل منو دارن اگه نه فکر کنم فقط خودتی فقط خودم هم هی ریفرش میکنم نفهمیدم چی میگه خب ریفرش کنی میفهمی بلکه نه اگه از اول میکنم دوباره ما خب رو حساب این گفتیم که اون کسایی که کل اپیزودو میشنون یه ایده کلی دارن بچه‌ای که فقط اینستاگرامو میبینن خب آره شاید راست میگه این باعث میشه ترغیب بشن ولی کلا ایده این بود که برای ما یه سری وایس یا ویدیوهای تصویری تو یک دقیقه بفرسن سوالایی که اگه تو دوراهی هستن تو زندگیشون اگه سوالی دارن مشکلی دارن دلما دلما آره که چی دوراهی خیلی چیز خوبی معمولا برای ما یه حالت چهارراهه شاهراه آخه دوراهی که نشون میده با دست یعنی یا بابا بچی چپ یا بابا بری برای ما یه جوریه که اصلا کلا نه یا باید کامل چیز کنی یوترن کنی اصلا یا برگردی برگردی یا اصلا نباید نباید جلوتر بری اش دیگه دوراهی امروز بدل سپر رو دیدیم با هم دیگه بدن بدل بدل الان بدل شنیدم بودش بدل ما که تو همون پوینت راورسی یه کارو پوینت راورس زدش اینجا قانون داره امریکاست حالا جالب ما رفتم دست زدم دارم به دماغم به خاروندم حالا همه میگن نیا کوینت سپر کوکولی هم میزنه مثل امبر امبر یه سیبیله بود کپی این ولی موفق صحبت چی شد کردیم یهو گفتیم اینه نه گفتی که من از 2014 مثلا عاشق این ماشین بودم اگه داشتم نه به من میگفتش که مثلا تو برای این ماشین مثلا فلان سال می‌خریدی بعد فلان سال می‌خری فلان و اینا بعد یه سیبیلر از شد کپی بور بود مثلا یه چشای عجیبی داشت دماغ جالبی داشت و اینا ورزشکار بود تو چیز توی بی ام نشسته بعدش گفتم سپر این ورژن موفق تو فقط موفق بشی این شدی این نه آخه راست میگه با مثلا منم ماشینت خیلی قشنگی گرفته مبارکت باشه ولی داداش چی میشه اینو 10 سال پیش میگرفتی ما آبرومم نمیرفت چارجا میرفتیم اینا ماشین رو دو تا چهار راه اون ورتر پارک می‌کردیم 10 سال پیش ما خودمون تو ماشین داشتیم من اصلا ماشین نداشتم من و اینا گشنگی همو دیدیم والا مثلا الان دیگه 30 سالمون شده مثلا الان به چه دردمون میخوره اون موقع به دردمون می‌خورد چهار جا می‌رفتیم اعتماد به نفس داشتیم رفتیم قشنگ میگه الان دیگه سر پیری دیگه نیاز نیست الان دیگه ما خودمون رو ثابت کردیم الان دیگه چی ثابت کردیم ما الان چیزی نداریم دیگه دیگه ثابت کردیم نه بابا اصلا بینندگان اینطوری نیست یا دیدین تو شبکه های تلویزیون میشینن دوتا نماینده میگه آقا نه اصلا اینجوری نیست یهو جا میزنه آره من میگم بریم تو اپیزود بریم حالا تو الان الان اپیزود شروع نشده نه من به فکر سلامتی من گاشته نیست برای چقدر موسیقی زیبایی کار کیه؟ بابا این موزیک جدیده رو ببرداریم دیگه خودم هم خسته شدم کادر رو ببین حاجی خیلی بده بگراند از خودمون بهتره با خود به برآن سا
سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان‌های این برنامه. در کنار من کل سیویلای شهر نشستن، همه دارن تا همه هستن. سلام کارون و فراد و سپهر و فرزاد. سلام علیکم. سلام. سلام. این سلامتون رو اصلا دوست ندارم. بذار حالا قبل از اینکه به اونجا برسی، کسایی که دارن صدای ما رو میشنون، ما سپهر رو داریم به درخواست بینندگان عزیز. بعد از 8 فصل مقاومت ما بالاخره سپر رو آوردیم. آره بعد 4 از 2017 ما داریم مقاومت میکنیم که سپر نیاد. بالاخره اومد و الان دیگه این سیبیل ترین اپیزود خودکسته. یعنی فکر نکنم بیشتر از این تا حالا سیبیل باشه. داداش ظرفیت داره. باز دو سه نفرم رو بر میتونم بشینم. داداشی اضافه میکردی طرف خودش نمیاد. من رفتم جمعو دید گفت من رفتم خداحافظ بعدم میبینم. من به کوروش گفتم اگه میخوای بیا بشین، گفت نه بابا من رفتم. منم بودم در میرفتم. اصلا فضا دید مسمومه. بالاخره سپر آوردیم. سپر از دوستای قدیمی من، متاسفانه من 2008 میشناسمش. توی سامر اسکول ما با هم دیگه آشنا شدیم. درسته؟ توی یه کلاس بودیم. چه کلاسی؟ انگلیش منگلیش؟ انگلیش 10 بود. من فیل کردم. ایمان ادوانس اومد پاس کرد. نه تو من نمره 49 درصد من داشتم. تو سالم فیل کرده بودی. بعد اومدی سامر اسکول. اونم فیل کردی. من احساسی که تو های اسکول داشتم هر چقدر میرفتم جلو عقب میافتادم. یه سال میرفتم جلو، دو سال عقب میرفتم. اینطوری بود سامر اسکول، اینطوری بود که تو مثلا حالیا مثلا درستو فیل کرده بودی میومدی پاس کنی، مثلا ماکسیمم که میدونم 55 اونجا فیل میکرد. بالاتر از 55 نمیتونست بگیر، فقط میتونستی پاسش کنی. یا اینکه اصلا ور نداشته بودی، یا مثلا تو کیس ماها که مثلا مهاجرت کرده بودیم که اصلا ور نشده بودیم برای اینکه بریم سال دهم باید مثلا انگلیشو پاس میکردیم. خلاصه اومدیم خط وسط نداشت، یه شاگرد زرنگ بودی میخواستی یه سال جلوتر بیفتی، یا مثلا ما کم داشتی میخواستی افیل شدن تو جبران کنی. وسط نداشت که یه حد نرمالی نداشت. ببین ما کارهایی توی اون اپی توی اون کلاس انجام دادیم. دعواهایی بچه ها کردن برای هم دیگه، آجیل پرت میکردن. آره اصلا بعد یکی دیگه میخندید یکی دیگه رو میکردن بیرون بخاطر این تابستون 2009 2008. ایمان انداخ بیرون انقدر خندیدی. من فوریه 2008 اومدم. آره میشه سامر 2008. آره خیلی عجیب بود. یکی دیگه خندید من انداختم بیرون. آره چیز بود. بعد خب اصلا من چی شد؟ نگو میکروفون تا به حالم نیفتاده بودم بیرون. بعد برام خیلی عجیب بود. تا حالا مزه کیک اوت رو نشین. آره بعد به معلمه مثلا رفتم کلی چسبید. به معلمه کلی اعتراض کردم و اینا، گفتن نگران نباشید یه بار افتادی بیرون دیگه آدم باش. اومد به من گفت الان چیکار باید بکنم؟ گفتم داش برنامه اشغاله، پاشو بریم غذا بزنیم. از کلاس انداختنمون بیرون چیکار میشه کرد؟ یه جلو همه زایه شدیم. آخه تو ایران موقعی که مینداختن بیرون ما پشت در وای میستادی، میدونی فرق داشت. اینجا میندازن بیرون دیگه آزادی دیگه. من معلمه به من داد، معمولا اینجا نمره از 100 درصدیه، از 100 دیگه به من داد 49 درصد. اگه 1 درصد میداد پس میشدم. من داد 49. نه ماکسیمومش 55 بود، یعنی برو خدا شو. اوه من با 50 کارم راه میافتم. آره تو اون کلاس الان با 50 کارم راه میافتاد، بچه‌ها اهل دل میفهمن منظورم چیه. کنار هم میشستین تو اون کلاس یا نه؟ نه جدامو کردن. اوایلش نشسته بودیم بعد جدامو کرد. بعد دعوا کرد. یاد میاد با روحام دعوا کرد. آره بیچاره بنده خدا. ترکیب مسمومی بودین پس از اون سامر. نه بعد حالا خیلی دوستش هم داشتم اتفاقا. هنوزم کیو؟ نه کار دوستام. آها میگم ایمانو. اونا که آره. نه ما با هم اونقدر زیاد ما رابطه همون خیلی خوب بود، ولی بد شد دیگه تو طول سال. ما رابطه همون مثل دوتا جاری میمونه. چطور؟ امروز اجبار. آره ما از رو اجبار ولی همون میکشیم. میدونی مثلا الان یه خود زنگ زدم بهش که بگم آقا مثلا برنامه چیه، راجب چی میخوایم صحبت کنیم، لاغه قبلش ما یه هدزاب بدین بیا بریم خارج، آب ریزی نکنیم و بریم خارج. اینطوری بود خیلی دیگه سیستم. بلند شدیم رفتیم خارج، برنامه هم نشه. به هر کی تایم زدم کجا داری میگفتم دارم آمریکا. چی گرفته بود؟ فیلم میگرفت. رفته بودیم خارج رو بود خارج. اصلا هوای آمریکا بهم خورد. مثل شما داشتیم کپیتالیست میشدیم. آره خلاصه من فقط گفتم سپر رو معرفی کرده باشم، بعد دیگه ریش و قیچی میسپارم دست بچه‌ها. الان اپیزود شروع شده دیگه. آره دیگه الان مثل اولش میمونه که. نه آره ولی یه تیکه این قسمت آدیوشه، همه آدیو رو میشنون، ولی اون قسمت اول فقط برای یوتیوبه که توی اوکی فضای یوتیوب پخش میشه. اوکی پس بخوای صحبت جمع بکنی خیلی سیستماتیک داری.
یعنی کلا این ویدیو همه تیکه تیکه میشه دیگه، هر چیز یه استفاده ای میکنی، آدیو میره برای مثلا جاهای دیگه، ویدیو جاهای دیگه با اینستاگرام اینجا خرج داره به هر حال دیگه. بعد کپیتالیستی دیگه، اینا پیشنهادهای آقای فرهاد بوده، کپیتالیست همه چیش داره استفاده میکنه. فکر کنم ویدیوهای پرتا بدون صدا هم یه جا دیگه استفاده واسه تیزرهای تبلیغاتی استفاده میکنه. همین هم شد چند اپیزود قبل. دیگه میدونم اینا فهمیده متوجه شد. آره یه دونه فرت داشتیم ولی تکنیکال دیفیکالتی داشتیم ولی گذاشتیم. پخشش کردیم. آره عینش کادر وسطی عین شام آخره عکس چیز از نقاشی داوینچی. چیز جدیه. آقا من یه صحبت بکنم در مورد اپیزود قبلی که در مورد دادگاه جانی دپ صحبت کردیم و اینا. خب یه مقداری ما اطلاعاتمون کم بود، کامل بود، یعنی اونقدر دنبال نکرده بودیم و اینا، ولی خیلی بیننده داشت، یعنی میدونی که جز پربیننده ترین اپیزودامونه، کشش داشت خیلی عجیب سیاسیه. و اینکه من به خاطر همین من این هفته خیلی دنبال کردم این جدی؟ چیزو. آره آره، اول که من درست میگفتم 50 میلیون سو کرده، 100 میلیون 20، نه من فکر کنم 20، نه 20 نه 100. بابا ببین 50 هستش ولی به خود جانیده 20 میده، هیچ خود دادگاه هر میداره پخش میشه. آخرم به هم امبربرز چیه؟ امبربردم یه پولی بهش میدن اونم میره دنبال کارش. آره انگیری بردم یه پولی میدن میره دنبال کارش. یعنی اسم این اپیزودم بذاریم جانی دپ؟ نه نه، ولی من می‌خواستم یه چیزی حالا می‌خواستم بهتون بگم، می‌خواستم نظرتون رو بدونم در مورد. بله. من موقعی که داشتم تستیمونی امبرهرد رو نگاه می‌کردم که میگفت آره مثلا جانی دپ من رو تو اینجا زد و مثلا چوندم اینجا به من بطری پرت کرد و مثلا اینجا بهم حمله کرد و مش زد و فلان و اینا، خیلی برام ملموس‌تر بود، یعنی خیلی برام باورش راحت‌تر بود که یه مرد به زن حمله کرده باشه. ولی از اونور که مثلا تستیمونی جانی دپ داشتم نگاه می‌کردم که میگفت آره مثلا این منو ابیوز کرده و زده و اینا، نمیتونستم اونطوری لمسش بکنم، گفتم با مگه میشه راست با اینکه نه نه با اینکه خب هم مرد میتونه توی ریلیشنشیپ ابیوز بشه، میتونه مثلا زن بزنتش، هم میتونه برعکسش باشه، میگم ولی خیلی برا من ملموس بود که آره مثلا اگه این زنه داره میگه حتما مثلا جانی دپ زدهش دیگه، میگم نه. خب الان شما الان خود... آقا باید سهل هست، شما الان دوست دختراتون یه فصل بگیرن بزنتون که به کسی نمیگین دیگه، ولی اگه دوست شما دست بده رو دوست دختراتون میگه همه میفهمن، تو رود میشه مثلا بگی دوست دخترم سپر یا زنم مثلا منو گرفته زده. حالا بحث رو شده است، ولی دقیقا همین آرگومنت این خانومه آورد دیگه، به جانی دپ گفته بود، گفته فکر می‌کنی بری بیرون بگی. آره میدونم. اون ولی اون سواله بود، گفت قد تو فکر میکنی از امبر بلندتری؟ گفت گفتش که وزنی بود. آره گفت وزن. گفت شما تو امبر ریلیتیولی یه سایزیم، بهش گفتش که آی تینک نو. ولی سایزش لارج من سایز، یعنی امبر هرد و مثلا جانی دپ گفت وزنتون و هیکلاتون یه اندازه. اینو قاضی پرسید؟ نه از جانی دپ وکیل امبر هرد پرسید. نه خب سایز چی سیه آقا؟ لارج یا ایکس لارج؟ بعد گفتش که جانی دپ گفت نه مثلا از من چاختره، مثلا یه هم چیزی میخواست مثلا تیکه بندازه. ولی نظرتون چیه کلا در مورد اینکه انقدر مثلا نهادینه شده توی ذهنتون که اگه یه نفر بهتون بگه که مثلا خوبه نهادینه شده تو ذهنتون جای دیگه نهادینه؟ آره نهادینه یه ذره لغته چیز بود سنگی بود. آره بفهم آره این همینیه که میگی دیگه. چرا زونم کرده؟ نه آخه صحبت کرد، خیلی سوال راحتی بود، خانوما هم همینو گفت دیگه. نه نه میگم باورش ممکنه سخت باشه ولی خوش برای شما همینطوری، یعنی اگر که مثلا بشنوید یه مرد مثلا بگه که منو ابیوز کردن جدیش نمیگیرید؟ نه چرا مسخرهش میکنید؟ من مخصوصا تو آقا اینا رو جدی نگیریم، ما الان یه چیزی داریم میگم، الان فردا یوم میان همه کامنت میزن سپر نمیدونم زد چی چیو. میشه دو طرف باشه چرا که نه؟ نه اونا برای من خیلی اون نه، ولی خب حرفی که ایمان میزنه آره دیگه همین. نه خب میگم این حرف تو ذهن همه یه ذره دور از ذهنه، ولی خب شدنیه الانم احتمالاً نمیدونیم حالا بعد از خروجیش معلوم نه این که هیچ. آره ما که تا موقعی که حالا خروجی دادگاه نرد بیرون واقعا نمیفهمیم که کی کیو اذیت کرده واقعیتش، ولی حالا چیزایی که برای من خیلی جالب بود این بود که یکی از آرگومنت هایی که می آورد میگفتش که موقعی که حالا مست میشه یا مثلا مواد میزنه و اینا خودش نیست دیگه، مثلا یه آدم دیگه میشد، چشاش سیاه میشد و فلان و اینا. بعد کی خودش نیست؟ جانی دپ.
امبرهر این کلا این هفته امبرهر چیز کرد هفته ای عوض میکنن خیلی اتفاقات مهمتر اصلا نه همه اصلا داستانه بابا برام این یوتیوب چقدر ویو خورده مثلا به من مثلا حالا جانی دپ حالا اون زنه حالا هر چی به بقیه چه ربطی داره دو نفر دعواشون شده 5 میلیون گیر بقیه نمیاد که به نظر من خیلی چیزه کانتنت دیگه تو سرگرمیه هالیوود دیگه آره اصلا فیلمه مثل سریال میمونه انگار داری نه نتفلیکس میبینی همش این نباشه چرا دیگه یه حالت اینترتینمنت شده برای خیلی اینترتینمنت هست ولی از اون ورم یه چالش میکنه یه کیس خیلی خوب برای خوب. نه نه برای ابیوز شدن مرداشون که الان ما همین داریم میگیم دیگه مردا توی ریلیشنشیپ اگه که ابیوز بشن حالا به قول سپر یا مثلا به بقیه بگم مسخرهش میکنن یا اینکه اصلا باورش نمیکنن یعنی اگه که این ثابت بشه و مثلا نتیجهش حالا به نفع جانی دپ در بیار من نمیگم که نشده یا شده اگه به نفع جانی دپ در بیاد یه سنگ محک خیلی باحالی میشه برای مثلا بقیه کیسایی که وجود داره نه مثلا در میاد چون خیلی الان ضد امبرش جی حالا میگم خیلی حالا بحث دادگاه شد این یکی چیزی که لیک کرد از سوپریم کورت آمریکا رو کسی دنبال کرد اورجیو نه نه بگو برامون آقای رو وی ویدو کسی دنبال میکنه تایتلشو خوندم ولی بگو برامون همه چی بیخبرم جانی دپ دوست داره اون افتضاح که توی آمریکا داره میفته اینه که اینا یه قانونی رو 50-60 سال پیش تصویب کردن سر در واقع اون دادگاه رو وی وید رو یه خانومی بوده که حالا اسم کاملش من یادم نیست اسم اصلیش هم این نیست رو وی وید نه چی بوده داره توضیح دارم توضیح میدم داریم با هم یاد میگیریم ایشون توی تگزاس حامله شده بودن مثل که برای بار سوم بعد چیز نداشتن کار نداشتن و مردم حالا نمیدونم پدر بچه بوده نبوده یا هر چی میخواسته چیز کنه سقط جنین انجام بده بعد اون موقع غیر قانونی بوده خلاصه این وکیل میگیره میرن دادگاه و اون موقع موفق میشن که این قانون رو وردارن برای همیشه رو اسم خانمه وی وید وید اون آدمی بوده که تو دادگاه داشت میگفت نه قانونه وی ورسز همون چیز آره چیزای نزاع های دادگاه های آره. اینجوری همیشه اسم دو طرف میاد بعد این اون موقع چیز شده قانون شده که توی یه سری از ایالت ها میتونن که سقط جنین انجام بدن به صورت قانونی اکثرا هم ایالت های چیزن ایالت های دموکرات آره ریپابلیکن ها همیشه مخالفین آقا وقتی تگزاس گذاشته دیگه احساس کردم نه خب تگزاس هم نبوده دیگه اینا مجبور شدن برن دادگاه اینا بعد اخیرا یه چیزی لیک کرد از سوپریم کورت آمریکا که اینا دارن رای گیری میکنن که این قانون ور دارن بکن توی قرن 21 سال 2022 دارن این قاضی ها اینا حالا رای گیری میکنن که یه همچین چیزی رو وردارن یعنی دوباره غیر قانونی بشه که غیر قانونی بشه یعنی 20 تا ایالت غیر قانونی میشه بیشتر از مثلا نصف آمریکا دیگه نمیتونن این کار انجام بدن که توی این ایالت ها یه سری ایالت به قول خودشون آبی هم هست که دموکراتن که تو انتظار نداری همچین اتفاقی بیفته بعد الان آمریکا همه دارن تظاهرات میکنن و خیلی شک و شکایت زیاده و که صدق جنین نشه صدق جنین اون صدامو نمیشتم من نمیتون لغت ها چیز میشه صدق جنین رو غیر قانونی میکنه یعنی توی یه سری از ایالت ها نمیتونن این کار انجام بدن دوباره داره ما رو میبره تو بحثای سانشاین کورت خیلی وحشتناکه دیگه یعنی مثلا چرا جایی مثل افغانستان غیر قانونیه آمریکا هم غیر قانونی ایران هم غیر قانونی آره ایران هم غیر آره. نه ولی تا یه سن تا یه درجه یه فکر کنم از نمیدونم واقعا چند هفته بعد از مثلا میگن حالا ایرانش رو دقیق نمیدونم ولی به صورت کلی از جواب کامل غیر قانونیه آمریکا هم حالا بحث هست نمیدونم سه ماهه اول سه ماهه کانادا هم غیر قانونیه که اصلا اونجا توی مجلسشون دارن میگن که غیر قانونی هم بشه تو آمریکا یارو یا پرواز میکنه میره کالیفرنیا یا نشه پا میشه میاد کانادا این کار انجام میده ولی نه به این چیز وحشتناکش اینه که مثلا میگن آمریکا کشور آزاد و نمیدونم حالا قدرت شماره یکه و اینا همه اینا داره عوض میشه ولی یه همچین آزادی خیلی بیسیکی که توی کشورای متمدن وجود داره به صورت مجانی برای همه خانوما اینجا نیست یعنی یه طرف داره تصمیم میگیره که این کاره انجام نشد برای تو در واقع تصمیم میگیره بعد کجایی دادش من دارم گوش میدم دیدم اونجا رفته پشت میکروفون قایم شده نه نه اینو
چیز چه نوعی حرف خیلی جالبی زد، میگفتش که چه جوریه وقتی که میخوان راجع به بدن خانم ها تصمیم بگیرن، میگن که اگه بچه دار شدی خواست خدا بوده، اگر هم مثلا بچت افتاد باز خواست خدا بوده، یعنی میگن که حالا حامل شدی تو دیگه نباید بچه رو سقط کنی به خاطر اینکه خدا خواسته. آرگومنت اینه، میگه که چه جوریه فقط برای خانم‌ها این آرگومنت هست. اگه یه مردی بچه دار نتونه بچه دار بشه، هزار مدل عمل و نمیدونم قرص و دارو و اینا هست، به مردا که میرسه خواست خدا نیست، ولی به خانم‌ها که میرسه همیشه نه. خب برای ریپروداکشن همیشه چیز دیگه آدم کلا غیر منطقی، ولی ناراحت کننده است واقعا. یعنی توی سال 2022 توی آمریکا یه همچین اتفاق اگه بیفته، قانون حالا تصمیم نشه لیک کرده از دادگاه، ولی بیفته واقعا افتضاحه. بعد شکسته چیز قدرت مثلا وتو اینا نداره رئیس جمهور؟ نه این سوپریم کورت یه ذره آره پیچیده است، یه حالتی داره که میتونن یه چیزی رو اکتیو کنن بعد بره یه رأی‌گیری یه جای دیگه بشه که اون اوورول میکنه مثلا رأی ریپابلیکن ها رو، یعنی چیز میکنه. حالا اصلا این چیزه هنوز رأی نهایی بیرون نمیدی، لیک کرده یعنی که دارن صحبت میکنه. آره بعد جالبه حالا ریپابلیکن ها بحثش اینه که درس کرده نشتی داشته ریپابلیکن ها بحثش اینه که دارن چیز میکنن که کی اینو درس داده بیرون، اصلا به اصل قضیه نمیپرزن که بابا این فاجعه دنبال نشتی هم نشتی رو بگی. آره این حالا بحث دادگاه جانی دپ شد، این دادگاه مهمتریه. اون تیکه که ایمان گفتید شما با مثلا باورتون میشه همچین داستانی و اینا، بله. من الان یک سال خورده پیش تو الان میگه یه سال یه سال و نیم زنم منو میزنم به واسطه حالا شغلی که فرنوش داشته اینا، دیدم که آقا چه خبره، یعنی تو همین شهر ما خیلی جمعیت زیادی مرد دارن ابیوز میشن روزانه و همون همیشه در حق مردا شده، اون همون حالا شهامتی که اونا پیدا میکنن میان ریپورت میکنن خودش یه پروسه است. بعد الان آماری که هست، حالا اینی که میگم خیلی دقیق نیست، ولی یه چیز تو برو ساینس، آره نه برو ساینس نیست، یادم نیست عدد دقیقش چقدره، ولی این تعدادی که الان دارن میان ریپورت میکنن به پلیس یا مثلا به مراجع قانونی، یه چیز نزدیک 1/10 اتفاقی که داره واقعا میفته تو استان. 1/10 1/10 آره 1/10شون واقعا اون شجاعت رو پیدا میکنن. 1/2 هم باشه خودش زیاده، خیلی عجیب غریبه. نسبت مرد به زن رو دارن کی؟ کنن زن بالاتر، زن بالاتر، نه قطعا بالاتر. آره. نسبتش رو میدونیم چی چی بالاترن بیختیم که زن بالاترن چی؟ مورد خشونت بیشتر هست. آره واسه خشونت خانگی در علیه زنها بیشتر. آخه خشونت یعنی زدن و چیزا؟ نه فکر کنم نه مثلا لفظی هم میشه. آره دیگه آره همون دیگه باری کرده یه گروه یعنی همه وربال ابیوز و فیزیکال ابیوز و تهدید هر دو با هم همه چی اون دیگه تهدید چیز هم هست فکر کنم مرد علیه مرد هم این هست، یعنی کسی به اینم چیز میکنه یا نگاه میکنه. آره خب ابیوز کنن همون دیگه ابیوز اون بیشتر بولیه کاپلا رو میگی یا مثلا رفیق نه نه رفیق و اینا رو دارم میگم، اون که نزاعه، این چیز خانوادگی نیست. نزاع خیلی ثابت کنم میگه داره شوخی کردم، هر کاری کنی هر حرفی بزنی میگه شوخی کردم. آینه صدام صدام بسیار فوتبال دیدین هفته یا نه؟ تو نه بازی کجا بود؟ حالا میگم بازی رئال مادرید کسی ندیدین؟ من هایلایتش حالا مادرید ایشکی اینجا رئال مادرید دنبال دوست داشتم. بعد به محمد بگی برابر همه جا بود محمد میشینه میبینه بازی رو و به اون بگی همینجا به محمد هم اسمش اومد سلام میکنی یه قسمت دیگه محمد هم بیاریم محمد عکس سیبیل کنیم. محمد عکس کریم رو گوشیش داشت چی چیزه مثلا تعصب میخواد تتو کنه تعصبش میکشه مثلا بهش میگی کریم ناراحت میشه میگه آقا کریم چی میگم معجزه فوتبال بوده ها چیه این فوتبال اروپا همش زیر سر آمریکاست تو اروپا زیباییشو از رئال مادرید میگیره بعید بدونم ولی همش داره کامبک میزنه الان چند تا کامبک زده سه تا کامبک زده و کامبک هایی هم که زده تیم مثلا برتر نبوده که کامبک زد اینجوری نبوده که هی حمله میکرده بعد کامبک بزنه نه اتفاقا حالا مخصوصا بازی با منسیتی جفت بازی ها حالا من رئالی هم ولی جفت بازی ها منسیتی سر بود بیشتر موقعیت داشت ولی لامصبا نمیدونم این آنجلوتی بهشون چی میگه اینا با آقا پروین فکر کنم هماهنگ کرده آره میره تو رختکن آره این ادبیات عوض کرده آره فوش میذاره هر کی گل نده اینا عادت ندارن دیگه یهو یارو
هر وین یه ادبیات دیگه به کار میگیره. این یه چیز دیگه میگه، اینا تا لحظه آخر تیماش ول نمیکنن، تا لحظه آخر نمیدونن چیه. آره دیگه، آخرین گل دقیقه چند؟ ببین تا دقیقه 89 90 رئال با دو تا گل عقب بود، رفت و 4-3 باخته بود، بازی برگشتم یکیش رو زمین خودش عقب بود، یعنی بعد دو تا گل میزد تازه بازی مساوی بشه. تو یه دقیقه دو تا گل زد، واو، پشت هم دو تا رو زد، بازی مساوی شد، رفت وقت اضافه. مثل فیفاه آقا کرد، واقعا تو فیفا میشه این کارو کرد. آره واقعا، ولی مثل اینکه واقعا تو واقعیت هم اتفاق میفته. آره دیگه، بازی با پاریس سن ژرمن کامبک زد، رفت و باخته بود یکیچ، برگشت هم یکیچ عقب بود، یهو تصمیم گرفتن سه تا زدن. آره خیلی عجب. بازی با چلسی رفت و حالا 3-1 برده بود، برگشت و اینا 3-0 عقب بودن، خیلی هم بد بازی میکردن. کامبک فیفا بزنی اصخه فیفا شده مثلا تو سو بز دست بزنیم فعلا. برگشتم که 4-3 رفت و باخته بودن، اونجا خودش کامبک زده بودن، یه دو بار دو گله عقب افتادن کامبک زدن، بازی برگشتم که اینجوری واقعا لذت بخش فوتبال دیدن. درست، شما فوتبال رو دیدید؟ لایف میدیدی؟ من آره بازی رو زمان سر کار داشتی لایف میدیدی دیگه. این کنترل دستش بسکت فوتبال، بسکت آره اصلا بسکت فوتبال مبلی که داره خدا وکیلی منم داشتم تو خونمون همش با تلویزیون بودم. مبل و تلویزیون، یعنی کامبینیشن رو یادتون نره. خیلی خفم یه مبلی خریده، تعریف کن برای بچه‌ها. عکسشو بذار ببینم. عکسشو می‌ذاریم. حالا همه چی دیگه عکسشو بذار. ولا هرچی میشه عکسشو بذار. انگار تو سواحل پورتوریکوی. درسته. آه تو این نگاه کن. تو این نگاه کن. یه اشاره داره می‌کنم چی میگه؟ طرزای چی میگه؟ بحث دادگاه اینا کردی کارون، سریال وایر رو تموم کردم. آقا به سلامتی. به خاطر اینکه من متشکرم. من چقدر لذت بردم. خیلی لذت بردم. بردم. اون لذت بردم. دوشنبه سه شنبه من مریض شدم. آخه چی بود داستی گفتی؟ نمیدونم کووید از ایشون هم مریض بودن. آره منم ما یک شنبه بود خونه تو بودیم. انگار توپ خورده بود بهم. نه شنبه شب بود. شنبه شب بود. آره من یک شنبه بود که بودم بعد نه من هر روز تست داده ببخشید میونه حرفت. صبح تا شب اینا رو میکردم تو یه دونه ریزالت منفی. چیکار می‌کردی؟ منفی نبود یا منفی بود؟ منفی بود آره. همش منفی بود. آره سفیمون میدونی که واسه چی مثبت می‌خواسته؟ سر کار نه. این روز می‌خواسته سر کار. آره نه می‌بینم. تو رو خدا مثبت بشه نریم سر کار. تو مغز فرو می‌کرده. زنده تا بویای ما دست داده بودم. و فهمیدم به علت باره کرونا نی برای همون انقدر نه. ولی اصلا تو هم تست دادی؟ نه زده مجرد. تو هم حالت کرونا داشتی؟ تو چه تست داری؟ خیلی کار بدی کرد تست داری. ببخشید این ممکنه کرونا داری میخوایی بوسش کنی؟ همین کرونا رو این گرفتیم به خدا. اگه مثبت بود بهت میدادم سر چوبو. خب دیگه داده بودی دیگه افت انگار ولی... توپ خورده بود. آره نه من دوشنبه بیدار شدم برم سر کار حالا از خونه دیگه. بعد به ایمانش هم میگفتم صبح اول وقت یه یروبی بیدار شده بودم، یه کار کاملا شخصی انجام دادن، یعنی تو کامپیوتر کار کاری نبود. آها. کار بود که ربط به خودم داشت. بعد اون سویچ کردم که برم کارهای خود کارمو انجام بدم، دیدم اصلا نمیتونم همونو یه ایمیل فرستادم بودم من مریضم خداحافظ. فرداش هم به همون شکل بود، نمیدونم چی بود. کارون به فرزاد زنگ زدم حالشو بپرسم مثلا چی کار میکنین، صحبت کردم گفتم من آره مریضم آنا بودم. خب چی کار کردی؟ گفت ببین من دو روز نرفتم سر کار. تو هم دو روز نه سر کار خوب میشه. گفتم خب معلومه داداش دو روز نریم سر کار همه خوبیم، مثلا چیزی کووید بود نبود. گفت نه دو روز نرو سر کار خوب میشی. ولی آره تو این دو روز سریالو دیدم دیگه، یعنی افتادم شدید رو وایه. شما تو وکیشن بودی داداش؟ خیلی حالا چون به قول تو استامینوفن میزنم و با ادویل روش. آره آخر سریال خیلی ازن سنگ خیلی خوب، یعنی واقعا قوی تمام. چیه سریال وایر؟ دی وایر سیمیه میخوان کشی میکنه. از بهترین سریالای از لحاظ رتبه دارم، یعنی چیزی همه وکالت و دادگاه ایناست. خیلی وکالت داره پلیس وکیل میدونی. حالا اسپویل میشه ولی من یه تیکر رو بگم. خب نگه چند قسمت چند تا سیزنه؟ دارم میگم ولش کن بس. چند سیزنه؟ چند تا سیزنه؟ 4 تا سیزنه. 4 یا 5 تو دو روز نشستی دیدی دیگه، یعنی بچه‌ها میتونن تو دو روز بشینن ببینن. نه بابا خیلی اپیزودش جدیه، سریال قدیمیه. هر اپیزود هر سیزن 10 12 قسمت یک ساعت است. اوکی جدیه. سپه اصلا معرفی، یعنی از موسیقی اینا نمیخوای بگی؟ نه بابا نه موسیقی
من تو خونم کار موسیقی میکنم، اینجا من موسیقی حرف بزنیم. نه اومدیم اینجا که اصلا موسیقی حرف بزنیم. الان پشت دست میزنیم. اومدیم به امام بگم اینا چیزای کانفیدنشاله، ولی داشتم مثلا میگفتم تو کلا هیچ کی به ما نگفت راجبی چی میخوایم صحبت کنیم. تا حالت سومه که اومد تو ذهنم این بود باید ببخشید چرت و پرت بگیم تو بیام دیگه یک کاری. حالت سوم گو، حالت سوم هدف اول گفتم مثلا راجع به موسیقیه، مثلا حالت دوم میخوان راجع به یه محض دادگاه مدگاه که اصلا راجع به همه چی الان داریم صحبت میکنیم. بله نه ما در مورد همه چی صحبت میکنیم. ببین اپیزود ماستا رو می‌ریزی چی بود میگو قیمه رو می‌ریزی تو ماستا. اپیزودهای گفتگو محور ما در مورد همه چی صحبت میشه، از جون مرغ گفتگو محور و بزرگوی ما واقعا نمری صحبت میکنیم. یه چیزی بپرسم، کسی اپیزود دوم جوکر رو دیده؟ من دیدم. تو ندیدی؟ تو راه داشتیم صحبت میکردیم ندیده بودی؟ خب الان دید جدیدی میکردید؟ من دیده بودم. من دیدم. دیدی؟ اون دمون پیرمرد رفت به گردش رو. آره آره. خیلی عجیب نبود که یه همچین چیزی پخش شد. دیگه بابا مردم دیگه خودشون ختم روزگارن دیگه. آره آره. اون پسر خیلی چی اسمش؟ عباس جمشیدی. آره. جمشید فر. عباس جمشید فر. کدوم پسر داری میگی؟ همشون پسر رفت به گردش. آره عباس. آره. خیلی باحال. خیلی فان. آدم بامزه ای. او اینا دست و پاشونو بستن اگه میذاشتن درست بگن. سانسورم کلی میخواد. ولی بهش میگفت تو شبیه دستنبویی. آره اون آخر قسمت یک میگفتی. آره من خدا آدمای خلاقی هستم. باهاشی میگفتش که تو این شبیه اونایی که دنبال مشتریانه. ولی اونو من نفهمیدم چرا سانسور نکرد. ولی چیز میشه ولی به بیز ولی لوس و اینا هم میشه. آره خیلی میزنه مثلا کلا دو یه ساعت برنامه. خودت همین 10 دقیقه اول اپیزود فقط فان بودی. الان ببین شبیه تپتوس نشستی. آره الان همه فوش می نویسن. مثلا پیج مسی میشه الان یوتیوب تو. همه فوشایی می نویسن آجی خودم رو تیز میکنم اینستاگرام رو میبندم. فوش بده نداریم. عجیب نبود که اینا سانسور نشده بود دیگه. من خیلی من لذت بردم که سانسور نشده بود. من خیلی خوشحالم. من میگم دمشون گرم. یعنی من خیلی خندیدم. شبکه خونگیه دارن پول در میارن ازش بخوان اینا هم بزنن دیگه چیزی نداره. بازم برای شبکه خونگی هم باشه زایست یاره بگه پیرمرد رفت به گردش تو الان داری میگی دیگه کشتش. من اینجا تو یوتیوب کشتش دیگه. حالا چیز دیگه نگفت آخه هممون میدونیم چیه کشتش. خب بازم نشنیدم نشیدی. بعدا اصلا میدونی موضوع میدونی چیه؟ من پیرمردم بیا من بریم گردش. توش خشونت داره. من با خاطر خشونتش دارم میام. اون آخرشو میگی؟ آره میگه کشتش آخه چی با بگم نازش کرد نوازشش کرد از محبت خوارها گل میشه سر باحاله. آره آدم باحالی هم آره با مزه. یه دست و پاشو بسته بذارن واقعا جوک بگن خیلی با. آره دیگه تو الان مثل من که دست و بالم بسته است این بسته دیگه نمیذارین شما همه به اون نفر یه تذکر به من دادین گذاشت. نه ما فقط میکروفون رو میگیم تذکر تکنیکاله شما آزاد ما میخوایم صدا تو همه بشنون محتویات رو میخوایم بیشترش کنیم. آره بفرمایید. سنت چکنی دیگه هر کی میاد فوش میده به عنوان سنت اصلا در مورد هفته صحبت نکردیم. آقا اپیزود چی شروع شد؟ میخواین در مورد هفته صحبت کنیم؟ شما دوتا فعلا بگید از هفته‌هاتون برامون. هفته بابا مگه میخوان انشا بنویسن؟ آقا یه اپیزود چی بود میخواستین شروع کنی؟ شروع شده آقا نه 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 بحث آزاد خب به این بنده خدا هیچی نمیشه گفتیم ولی کلا میخوایم که بگیم داستان چیه این شوخی داریم این دو اپیزود. بگو تو میخوای یه ذره دیر نیست که بگیم نه بعد چقدر یک ساعت شده 50 دقیقه وسطش که برای آخرش الان چقدر دیگه وقت دیدی تو صدا سیما میشینن چقدر وقت داریم رو ساعت آها بذار من میگم تو بگو. نه خود خیلی کامنت اومد که چرا فرض دیگه صحبت نمیکنه مو حرف میزنه. بگو آخه نه فرزاد خیلی داره صحبت میکنه. اگه مردم درخواست کردن داداش هر چی دلت بخواد بگو این شما و این تریبون. ببین من فکر میکنم که داریم این هفته که دارن این اپیزودو میشنون این تنها اپیزودیه که این هفته اومده. آره حالا نمیدونم فکر کنم چهارشنبه قراره بیاد ریلیز بشه شب عید. آره. هفته دیگه هم همچین روزی یه اپیزود دیگه همین استایل گفتگو محور داریم با سپه. او دفعه دیگه هم هفته دیگه هم هست. آخ جون نه ما یه روز زبطی کافیه این چیزه این لیوان گوده هرچی میخورد نمیشه. این باتم حالت چیز داره یه کوزه ای داره این اون زیر جمع میشه تموم نمیشه. اوه که بابا
از پایین چیزه. خب بگو بعد آره هفته دیگه که شنیدید هفته بعدش یه اپیزود لایف داریم. ما این هفته فقط یه دونه اپیزود داریم، هفته دیگه هم یه دونه اپیزود داریم که ولی امروز ضبطش میکنیم، با سپر ضبطش میکنیم و هفته بعدش میشه اپیزود آخر فصل هشتمون که میشه هفته 15 هم که لایف داریم طبق معمول. اپیزود هفته 15 هم میشه. آره که خب داشتم تا میکردم فهمیدم، ببخشید معذرت، که میشه هفته 15 هممون که لایو میایم با هم دیگه صحبت میکنیم و در واقع فصل 8 مون رو میبندیم، به خاطری که هم من دارم میرم مسافرت هفته دیگه، هم بچه ها عازم جاهای مختلف هستن، خانواده ها دارن میان سر بزنن و اینا، یه ذره سرم شلوغه، یه چند ماهی نیستیم و بعد دوباره برمیگردیم به روال عادیمون. تا بسیار همه میخوام برن اشخار واسه اپیزود پدرها. بله آره اون وسطش آره ما حالا من با کارنشان صحبت میکردیم که ما خب اون وسطش با اینکه خب حالا شاید بچه‌ها نباشن، کامل نباشیم، بچه‌ای که هستن بیایم با هم دیگه صحبت بکنیم، اپیزود بریم گفتگو فرد داشته باشیم، حالا اگه اپیزود داشته بریم و در واقع بدون کانتنت نذاریم کانالمون رو، که خب حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم دیگه. ما هر دفعه که میخوایم بریم این قول رو میدیم که در واقع کانتنت فعال باشیم، روی اینستاگرام فعال باشیم یا جای دیگه فعال باشیم، ولی این دفعه سعی میکنیم که اینو داشته باشیم، عمل کنیم. آره عمل کنیم و من و کارون که فکر کنم اکثریتش رو هستیم دوره هم، حالا در واقع سفری که اگه داشته باشیم کوتاه هم هستن، سعی میکنیم که چند تا اپیزود اون وسط داشته باشیم تا اپیزود اصلیمون اپیزود بابا فصل جدیدمون رو دیدید. اپیزود بعدی که میبینید بعد لایو اپیزود بابا ها بود. زیباست بابا ها، چی قضیه اش؟ فکر نکنم بشه سورپرایز بابا ها. چرا میرن؟ آره سورپرایز من پدرمان فکرم دارم میرن. ای بابا دوستمون نداشت. آره آنلاین ایشونو از آره 100 درصد آنلاین. آره آنلاین میتونید. شالوده چه داریم؟ شالوده درسته درست میگی؟ یکی اومده. آره خلاصه فقط گفتم که این توضیح داده باشم. میخوای در مورد هفتت بگی؟ آره یا اینکه میخواین این اپیزود رو جمعش کنیم اپیزود بعدی در مورد هفتمون صحبت بکنیم؟ 50 دقیقه میخوای چند تا کامنت بخونی؟ بابا راجع به میتونیم بسری سابجکت باحال‌تر همینجوری داشتیم میرفتیم خوب بود. راجع به هفته میریم دیگه اپیزود بعدی تابستان خود را چگانه گذراند؟ چگانه جالب بگه علم بهتر از یه ثروت. چی میگی؟ یه سری بازبوردشون یه سری باگ کافی از جلو این برداریم فرزاد میکنه اونو خیلی فرزاد لب میذاره اصلا لبکاره فرزاد لبش مشکلتون با لب چیه؟ آقا هفته چطوری؟ چطور هفتتون چطور بود؟ نه اون مال اپیزود بعده. نه اپیزود بعده. الان اپیزود قبل. آره هنوز هست. هم داریم. اینجا داریم. چقدر از برنامه مونده؟ الان این فرزاد اینجا متکلم وحده میشه اینجا. چند دقیقه مونده؟ ساکت باشین فرزاد حرف بزن. بگو. فرزاد رفت به گردش. از پارسا شروع کنیم که کامنت داده توی کامنت توی یوتیوب اپیزود 325 گفته آقا خواهشن آقا سپر رو هم سریعا بیارید، ما مشتاق دیدارشون هستیم. اصلا نیومده. کامنت داشتید خوشتم آچه های انرژی مصفتی باش لایوتون هم میان با بخواستن لایو ما رو بپیچونن زودتر گفتن که به این اپیزود بعدی هستی لایو ولی نیستی بستگی به کامنت ها داره داشته. آره دیگه آره باید ببینیم بازخورد چجوری میگیریم. آره دیگه اگه این ویدیو 10,000 تا ویو گرفت ما دایزه برونیم هفته که من دوباره اینجا موشه آزمایشگاهی شدیم تو هفته اول. آره مطهره گفته مرسی واقعا وسط این درگیری کنکور نیازمند بودیم یکم به حرفاتون گوش بدیم. بچه‌ها دارن آماده میشن واسه کنکور. ما با سر کنکور گوش ندید این حرفو. آره بابا همش سمیه. هر چی خوندین از سرتون میپره با اشاره به رویا. نادیا گفته سلام بچه‌ها من یه پرستارم. شوخی و خنده‌ها و حرفای شما باعث میشه اتفاقای شیفتای 11 ساعت 18 ساعت هم راحت تر حل کنم. 10 ساعت و درست از سر بگذرونم. دمتون گرم همین راهو تا جایی که میتونید
رو به جلو پیش ببرید دیگه، آخرشه دیگه. حالا یه چیز جالب دیگه، پای روز داشتم حالا فکر می‌کردم مال ایشون پرستاره، خدا وکیلی مثلا دوران کووید بود همه میومدن می‌زدن پرستار، نمیدونم سرباز شهادت تو همه جای دنیا چیز می‌کردن، من یادشون رفته مردم دیگه پرستار سرباز شهادت سنگ نه بود میگفتم مثلا برای شهید زنده، نه یه چیزی میگفتم، نه سربازان یه چیز مربوط یه چیزی بود آره دیگه، من دیگه نمیام قابلمه بزنن، نه الان دیگه هیچی اصلا تو نه خارج از کشورم مالیده، من ساندبار رو میبردم تو بالکون بلند بی بی آره برام چیز بود، فستیوال واسه بقیه مردم بود، اونا داشتن اونو کار میکردن، مردم اشغالش رو میکردن، میومدن دست میزدن، خب محیط رو میخواستن ترتیب کنی دیگه، چقدر دوران سختی بود، ولی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. چه چی میگی دوران سختی بود؟ 8 ساعت داشتیم توییچ کال اف دیوتی بازی میکردیم، توییچ نبود اون موقع، نه راست میگی توییچ نبود اون موقع، نبود داشتیم بعدن توییچ متولد شد، بازی میکردیم بازی میکردیم، توییچ نه حاصل کووید تویش از میشه سیماجی 8 ساعت بازی میکردیم، چه صحبت های ایمان با سپهر میکرد تو همش دعوا میشد، دعوا نه دیگه در چیز ورود شما مساوی بود با چیز دیگه، نه ولی تو بازی با هم خوب چیز بودیم، تیم ورک داشتیم، آره پشت هم در میومدیم، تعصب همو میکشیدیم. آره ولی دوران عجیبی بود، دوران خیلی عجیب بود، خیلی الان بهش نگاه میکنی دوران خیلی گنگی بود خدا کلی، ولی حالا بر ما که خدا شکر حالا کسی نه الان خیلی هم میگن تو کانادا خیلی بهتون خوش گذشته، اگه تو ایران بودید خیلی بد بود، ولی در مجموع تو چیز واسه همه جا سخت بود، نه نه میگم ما خدا شکر حالا گذروندیم، آره عزیزانی بود حالا درجه یک رو از دست ندادیم، ولی خب تونستیم بگذریم ازش، ولی دوران خیلی گنگی بود، یعنی من الان که برمیگردم بهش نگاه میکنم اصلا هیچ ایده ای از زندگی نداشتیم، یعنی اصلا چی کار باید بکنیم، چه اتفاقی قرار بیفته، الان داریم الان حداقل تو بازم ببین دوباره عادی شده برامون، نینی اون موقع خیلی نو بود، یه مدت بود که نه دستمال توالت بود نه الکل بود، خودت مثلا در به در یاد میاد میرفتیم کجا دنبال الکل میگشتیم مثلا سانیتایز بکنیم، من نداشتم، من تا مدت دو تا مدت ها نش یاد میاد یه دفعه رفتیم یه نو کجا آباد الکلای خوراکی است والمارت قرار گرفتم، یاد میاد یه دفعه رفتیم آلبوم هیچکس هم اومده بود، همون اوایل بود که آلبوم هیچکس اومده بود، من یادم تو رات که داشتم میومدم گفتی فلان جا الکل داره، بهم گفتن دوش میگرفتم مردم الکل، من گفت آره آره چرا من و تو با هم رفتیم، ولی راست میگه الکل و دستمال توالت یهو شایع شده بود، ولی منم یه بار به دیگه همچین زنگی زدم گفتم والمارت برنابی من میخریدم، ولی نشون داد آدمی زاد، من رفتم برای تو خریدم آوردم، شاید نه بابا من برای تو الکل آوردم، آره من فکر کنم من به ایمان گفتم ایمان رفت چرا ساقی بود، من یه الکل داشتم تا یک سال خورده ایمون، آره 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 من یه دونه آورد یه جایی منت بمم از تو به من رسید، $2 خریده بودم الکل انقب و 5 لیتری نه 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 آروم باش بزن بگم چی بود، از تو به من رسید که از من به تو رسیدم، یعنی از تو به من رسید، ولی تو برعکسش بود، از من به تو رسید، شما سال 2016 یه دونه هند سانیتایزر خانواده رو تو ماشین من جا گذاشتی، گوش بده اون هند سانیتایزر 2018 اکسپایر شده بود، نه اون تازه جا افتاده بود، کووید 2019 اومد شده بود آجی، جوری شده بود خمیردندون پوست دستت هم با خودش میده، ولی ببین اینقدر بود تو سال 2020 که نایاب بود، 2019 که نایاب بود یه نوشابه خانواده، ولی خدا وکیلی آدمیزاد نشون داد چه موجود بی جنبه، همه حمله کردن اینه چیزا، یارو آویزون شده بود بره این فروشگاه دستمال توالتا رو داش میبرد، آره مگه دستمال تو روز چند بار میرید از شویی مثلا این همه دارید دستمال توالت، به این فکر کن نه نه آخه به این فکر کن اگر که مثلا فکر کنی که دیگه هیچی مثلا چون اخبار اومده بود که شما تا یک سال دیگه دستمال توالت نیست، ما من و تو ایرانی میتونیم از پس خودمون بر بیان، من رو تو اصلا ما ایران بودی که دستمال توالت استفاده نمی‌کردیم، اصلا نیازی نبود، چیه دستمال توالت، ما اصلا فقط مهمون خارجی داشتیم دستمال توالت، ما دستمال توالت دماغمون هم می‌گرفتیم، حالا ما هنوز هم می‌گیریم، ما می‌ذاشتیم ماشین کالا کسی میگفت دستمال بده اینجوری کالا شیکی بود یه دوران، من و تو ایرانی میتونیم از پس خودمون بر بیان،
ولی کسایی که خب نمیدونن و استفاده نمیکنن و اینا مثلا با آب و آفتاب و اینا رابطه اینجوری نبود که مردم به قول چیز ما یه موقعیت داشتیم که فرهنگمون رو صادر کنیم مثل کره یا اون موقع باید آفتاب رو ما شما آنترپرنور هستید آره نشد متاسفانه ایمپورت میکردیم راست آره اکسپورت به هر خارجی یه آفتاب میدادیم نه بابا تولیداتمون رو ادامه میدادیم تو اون سال تولیدات آفتاب رو ولی دوران عجیبی بود دیگه آدم مثلا یه ذره جدی صحبت کنیم خورده فضا رو فلسفی کنیم مردم بچه ها کنکور دارن خدا وکیلی یه خورده بذار ببینم اینا چی نه چی این چی بود زمین جدی شد نه ولی مثلا کالا جدا از شوخی و جدی این کرونا تو ذهن من خیلی تاثیر گذاشت یعنی دید به دیدگاه هم نسبت به زندگی یعنی فهمیدم آقا دیگه هیچی مهم نیست به خدا به خدا یعنی به قول من برنامه خندوانه بود این کسی که تو آورده بودن بازیگر اسمش چیه نه کجا آورده بودن دیو رابرتس نه مهران جانی دپ رامبو جوان که یا مهران مدیری هم میاره که تو چیز دراکولا بازی هیولا بازی کرده بود پسر خیلی با مزه بود پسر جوون آره. نیما چیزی آره نه اینو میگه نه پسر شرافت رو میگی نه پسر مهران مدیری رو میگی ما چرا اینقدر راه دور میگیم همین معروف بله خب اون اتفاقا یه صحبت که میگو اگه یه بیلبورد بدن چی میزنی روش زدن زده بود آقا هیچ خبری نیست بعد گفت تو پرانتز میزنم مهربان باشید که این مهربان باشه یه خورده کلیشه ایش میکنه ولی کلا هیچ خبری نیست من به نظرم کرونا اینو ثابت که دیدادش خبری نیست داشت ایمان امشب و ماما باش چه جوری یه نه رو داداش تولدت سخت نگیرید به خدا هیچ خبری نیست ولی ببندیم اپیزودو ببندیم سنگین شد باز حداقل یه چیزی از توش در آوردیم یه چیز به درد بخور در اومد از این اپیزود آخرش تعریف از خود نواشی یه حداقل دو دقیقه شد سعی کردیم یه یادآوری از این که هیچ خبری نیست و وای خدا بیا تا قدر یک دیگر بدانیم من موزیک مولانا پخش من حالا میگم بس رفت به سمت کووید ولی در کل من حالا هر موقع تجربه داشتم بیمارستان رفتم یا حالا به واسطه کارم واقعا ریسپکت و احترام زیادی قائلم برای قشر پرستار و اگه دقت کرده باشید حالا تو بیمارستان که برید نشسته باشید و نگاه کنید کارهایی که پرستار انجام میدن 99% کار پرستار انجام میده اصلا اون که آره واقعا اونه و واقعا کارهایی که انجام میدن خیلی کارهای حساس برشتن. واقعا دمشون گرم من اینو میخواستم بگم آقا دم همه گرم ما این اپیزود رو اینجا ببندیم یک ساعت خورده‌ای شد دو ساعت داریم میگی ببندیم آره دمتون گرم ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضای مجازی برای ما پیام بذارید وایس بذارید ما اگر که بتونیم توی اپیزود یا توی همونجا جوابتون رو میدیم ما میریم و که تو پیامک به شماره زیر تماس بعد با یه اپیزود دیگه برمیگردیم. خدافظ. خدافظ. خدافظ.